بچه ها، استوری لایو امشبمون در مورد پیجای فیک هست که شما هر چقدر هم پیج فیک بسازین بازم به نفع ماست. من لایو قبلی رو مجبور شدم که متوقفش بکنم. بچه ها میگفتن که این راهروهای لباس چارخونه هاش چشم ما رو اذیت میکنه. من رفتم عوض کردم و حالا یه 6 دقیقه اگه تاخیر است من آن تایم بودم. اگر که میبینید دیر شده به این خاطر بود که به هر حال دوستان که تماشا میکنن اذیت نشن. حالا صبر میکنیم که زیبا بیاد و این لایومون که در مورد خدمتگذاری با پیجای فیک هست و باهاش ادامه بدیم. های های من خودم نه تصویرت خوبه. میتونی شروع کنی همین استودیو رو بخونی یه بار دیگه. توی این استوری شما میگین که شماها هر چقدر هم که پیج فیک بسازین و قصد گمراه کردن حالا دیگران رو داشته باشین، اما بازم به من خدمت میکنی. البته پیج فیک منظورتون پیج فیکیه که در مورد شما بسازن، یعنی طرف بیاد خودشو به عنوان حالا زیبا جا بزنه. ولی آخر این اواخر مربوط به منم خیلی جون خوال ادامه بده جملتون بعدا. آره دیگه، یعنی پیجای فیکی که در واقع بخوان به نوعی پست بذارن و وانمود کنن که زیبا ناوک هستن یا مامانشن یا نمیدونم سهرن یا هر کس دیگه. خب اون اول که اوایل که خب یعنی اصلا بگم که نزدیک 100 تا شاید پیج فیک از من درست کردم به اسم من تو تلگرام، توی همه هر جایی که بتونم، توی نمیدونم هر جا که دستشون اومده دیگه. بعد خب وقتی دیدم من نه ریپورتشون میکنم یا نه مثلا اهمیتی میدم، نه البته یه مواقعی ریپورت هم کردم، مواقعی بوده که احساس کردم که افرادی واقعا فکر کردم منم، خب ولی خب یه سری چیزایی که خب چند مورد این کار کردم بعد اونم باز منصرف شدم، گفتم ولش کن بذار فکر کنم من چرا همش فکر میکنم که بایستی حتی به اینا فکر کنم که مثلا مردم باید خودشون به این قوه تشخیص رو داشته باشن، به این تمایز برسن، بتونن متمایز کنن. برای همین من مسئول مردم نیستم که اشتباه میکنن یا مثلا چقدر توی همین تلگرام ما کسایی هستن که به اسم زیبا ناوک میرن پیام میدن سلام عزیزم فلان بهمان از این رو چیزا. خب دیگه اولش ممکنه طرف نفهمه، بعد اون فرد وقتی که متوجه میشه دفعه بعد قوی تر برخورد میکنه، پس این بچه ها هم چیه؟ قوی تر میکنه. یادم یه سری میمدن گفتن چرا چتاتو پاک کردی، چرا فلان کردی، چرا بهمان کردی، بعد دیدن که باز اصلا من نیستم، یا رفتن گفتن این پیجه چرا این مسائل مثلا فوش دادن به من، بعد رفتن دیدن من نیستم. اما اینا یه چیزی که هست، من تو اون استوری گفتم جمله بعدی استوریم چیه؟ اینا در هر صورت باز هم به من خدمت میکنی با همین پیجای خدمت میکنی. ببین اینا هر کاری بکنن، الان مثلا فرض کنین همین امروز متوجه شدیم که به اسم مادر من رفتم پیج درست کردم، خب مردم میرن عکسای مادر منو برداشتن پیج درست کرد، البته بذار درست کنن یه مقدارم، یه ذره مامان من بره، یه ذره مامان من بکشه اون چیزایی که من کشیدم، ولی چون اینو متوجه من نمیدونم این مامانم شما هم میخواد بکشه چرا باز عکس منو میزنن. خب
حالا اینم توضیح میدم، ببینین اینم توضیح میدم. یه سری کسایی که الان یه مدت به هر حال تمام اون افراد که یه هدفی دارن دیگه، میخوان من آزار ببینم، میخوان من ضربه بخورم، بعد یه دفعه میام میبینن که نه تنها من ضربه نخوردم، بلکه نهایتا همه 10 نفر فحش دادن به زیبا نابک فلان بهمان. بعد از این مدت گفتن خب از بین اون 10 نفر یه نفر گفتین کیه؟ این کیه؟ خب میرن دنبالش. خیلی خوبه این برای مخالفین ما هم بشه، بذار بیان اون مخالفین ما رو. من چرا همیشه میگم مخالفین من بوده تو پیج من، یکی اومده از نظر من وایستادم، من فقط حرف زده، تا نزدیک 700-800 هزار نفر رفتن این فیلم اینو دیدن، بعد آفرین به تو، آفرین ای نمیدونم رضا، آفرین ای بچه فلان، خوب از عهدهش اومدی، خوب فلان کرد. خب من این امکانو دادم، گفتم بیا هر چی که دوست داری بگو. گفته خب شاید خیلی هم هوادارش بشن خیلی، ولی بایستی همچین اتفاقی بیفته دیگه. ولی حالا من در مورد پیجای فیک میخوام اینو بگم که بالاخره اینا میخوان که حتی یه تمامشو دروغ بگن، اسم منو که راست میگم درسته؟ اسم منو که راست میگم. آره. پس اینا مجبورن برای اینکه یه مسئله رو بگن. الان مثلا در مورد مادرم، گفتن تو بودی که بردی چیز بیمارستان روانی نمیدونم فلان کردی، شوک دادی. شوک دادن بیمارستان روانی؟ ای که این بعد اومدن به تو و یه سری مسائل رو به تو مطرح میکنن. خب این چیه؟ بعد اینجا میگه خب سحر کیه؟ سحر چه نسبتی داره؟ سحر چه مسئله؟ بعد اینجا چون میبینن این دایره داره زیاد میشه، سمیرا کیه؟ ای سمیرا فلانه. خب سمیرا، میان به سمیرا، شما توی این مدت کم آسیب ندیدید که، خب ولی این آسیب ها سطحی بوده، این ناراحتی ها سطحی بوده، نهایتا شما رو قوی تر کرده. مثل چی بوده؟ مثل هر سرماخوردگی بوده، سرما خوردی، مریض شدی، تب کردی، لرز کردی، ولی چیه؟ بدن تو پاتن و آنتیبادی ایجاد کرده، تولید کرده. خب پس قوی تر شدی در مقابل یک حرکت بعدی. پس اینایی که منظور من اینه که تو اینجا اینا خب وقتی نتونن، دیدی که یه کسی میخواد به یه پدری فوش بده یا مثلا به ضرری بزنه، وقتی به زورش نمیرسه یه لگت به بچهش میزنه، یا مثلا میزنه مثلا سگ داشته باشی یه لگت به سگش میزنه، ماشینش که وایستاده اونجا مثلا ماشین اصلا هیچ کاره است، مثلا وایستاده ماشین اصلا نه چیز، یه دونه خط میندازه به ماشینه. چرا؟ خب چون با خود اون فرد نمیتونه مستقیم روبرو بشه، خب میاد به جوانبش، از جوانبش کیا هستن؟ مثل تو مثلا، خب میگن خب به سحر فوش بدیم، به سمیرا فوش بدیم، به علی امیری نمیدونم، به نمیدونم همه بچه های مختلفی که توی گروه ما هستن، با 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 الان آرزو، الان نمیدونم گزینگ نمیدونم، و همه این بچه هایی که بودن به هر حال تحت این فشارها، تحت این مسائل نتونستن شد، به هر حال کسانی هستن از روابط خود من که با یه دونه حرف من، با یه دونه جمله، با یه دونه برخورد من از من فاصله گرفتن. خب این یعنی چی؟ نشون میده که چقدر حساس هستن، چقدر هنوز ضعیف هستن. خب میافتن دیگه. و این ولی وقتی که بره دوباره برگرده این آدم چیزه قوی تر میشه. برای همین این جامعه فضای مجازی یه فضاییه که ما اصلا این فیک ها رو باید طوری بکنیم که من چرا مثلا میگم من فاخریانو هیچ وقت تا حالا ریپورتش نکردم، هیچ وقت برای لحش کاری نکردم، خب یه کامنت حتی من منفی زیرش ننوشتم، اصلا پیجش یه موقع بچه ها که فرستادن گفتم خب برم یه چند مورد چیزاش نگاه کنم. خب چرا؟ چون اسمش واقعیه، حداقل پیجش واقعیه. حالا حرفاش هرچه بی محتوا باشه، هرچی هم که باشه، ولی آدم واقعیه. پس باید به این فرد
گذاشت حرفشو بزن. خب اینه که میخوام بگم در هر صورت به بحث من نوعی نیستم، بحث فرهنگ گفتگوست، بحث این تبادل اندیشه است. منتها جامعه ما چون جامعه این برخوردهای درست رو یاد نگرفتن، وهله اول از یکی که خوشش نیاد میان به کوبیدنش. خب بفرم. درسته. من داشتم نگاه میکردم ببینم بچه ها سوالی دارن در این رابطه یا نه. زیبا، خود من اوایلی که پیجای فکر برای منم درست شده دیگه چیز بود، مثلا میدیدم یهو یکی از یه بچه هایی میومدن میگفتن که مثلا تو اینجا مثلا اینو گفتی، این چیزا برای منم پیش میومد. بعدش نهایتا من به این نتیجه رسیدم که خب دو حالت داره دیگه، یا طرف کسیه که مثلا اونو میبینه باور میکنه و میره رد کارش، خب مثلا چه فرقی میکنه به حال من که اون باور بکنه این مسئله رو در موردم یا نکنه، یا کسیه که ارتباطش با من قوی تره، خب اون میاد میپرسه که مثلا این تویی، این مسئله در مورد درسته درست نیست، که خب اونجا دیگه حقیقت خودش رو نشون میده. بنابراین حساسیت منم روی این پیجای فیک خیلی کمتر شده، یعنی دیگه نهایتش اگه ببینم بله. مزاحم میشن فقط بلاکشون میکنم، چون بعضی وقتا میدیدم هی مثلا پیام میاد یا فلان، دیگه من فقط میزدم اونم به خودش رو عنوان این بلاک میکنم. نیستش که به عنوان که طرف وقت آدم رو میگیره یا چیز میکنه یا چرت و پرتایی که میگه، و یعنی مثلا اگر یه فردی باشه منم خودم بلاک که خب توی اینستا، چون اینستا پیام ها رو خیلی ها رو نمیبینم، دایرکتم خیلی کم، مثلا باید ببینم حالا یه موقع تفریحی یا مثلا شب هست نشستم یه نیم ساعت یا سروبی مثلا وقت میذارم مثلا دایرکتر رو نگاه میکنم، ولی خب به بچه ها گفتم که اکثرا بیام بچس. به هر حال این که من میبینم حساسیت بچه ها، اصلا نه فقط تو، حالا تو که خب خیلی قوی تر شدی تو این رابطه، حساسیت بچه های دیگه هم کمتر شده. اصلا اون کسایی که انقدر همین که میبینن هی دارن میبینن، خب کسی که به من علاقه مند هست وقتی هی میاد میبینه ناراحت میشه، ناراحت میشه باز میاد، بعد میبینه اه من خودم اینجا ناراحت نیستم. خب بعد میگم خب بذارید باشه دیگه، این فرد کسیه که میاد یک ساعت که تو لایو من داره، یک ساعت که تو لایو من هستش که نمیتونه همش پوش بده که. خب یک ساعت اون لایو من 10 تا جمله 10 تا فوش بده، 100 تا جمله شنیده از من، و ما با بکراند با ناخودآگاه افراد سر و کار داریم که این یه دفعه اصلا میبینی که از سبک زندگی من، از استایل زندگی من، از خیلی چیزای زندگی من میره توی. واسه همین من همیشه میگم بذارید اینا باشم. خب درسته. خب حالا من گفتم من خودم سوال خاصی تو این زمینه نداشتم، یکی از بنابراین میخوام سوال سوال بچه ها دیگه گرم. هم که بود من الان میگم، یکی از بچه ها پرسیده، من الان دیدم گفت شنیدم که یک لونی که گرفته بودی 30 سنت باید بردی پس دادی. من اصلا یادم نیست که خودم اون 30 سنت هم دادم یا نه. بله اون 30 سنت نبوده، 65 سنت بوده، ولی خب 30 سنتش بیشترش خورده بودم، در واقع 20 سنتش مونده بود، اما 20 سنت رو بردم پس دادم. بله درسته، حالا 1 سنت هم بود پس میدادم. من تو خیابونم اگر چیز باشه 1 سنت بیفته من برش میدارم، بارها گفتم بر میدارم، برای من اصلا 1 سنت 2 سنت نفس اون جریان مهم بود که دلم میخواست که، و چقدرم وقتی این نونو میخورم، چقدر این نونی که من گرفتم به جاش، اصلا نمیدونم چرا، شاید به خاطر جنبه روانی هم داره، اصلا احساس میکنم انقدر این خوشمزه است میخورم. میگم بله درسته، شنیدی درست شنید. خب درست شدید. آره چقدر دیگه خوب زیبا آدم اگه بخوام راز ندار بشم باید کچل کنم، اونم میتونه تأثیر داشته آها. باشه. نه نه یه چیز چیز هست، ببینید راز نداری در واقع برهنگی
روانیه. خب برهنگی این مسئله کچر شدنم، من مثلا در مورد سمانه که اومده بود توی گروه ما و خونه چیز رفته بود، خب خیلی طرفدار من بود، نمیدونم چه هدایایی گذاشته بود، نمیدونم حالا خوب هدایاش به مادر آرزو رسید، کل هدایای قشنگی برد داد، خوب بود. بعد این خب شما وقتی نگاه کنید، خب مدل موهاش، نوع ظاهرش، اون آراستگی، اون که ظاهر براش، تمام تیپش، دندوناش و همه این چیزاش، اون خانواده، سطح خانوادگی، نمیدونم نوع، نمیدونم همین شکل، وقتی کسی میمیک صورتش، لباسش، ظاهرش، حتی همون هم موهاش، همه اینا نشون میده که حرف میزنه. خب خیلی فرق داشت دیگه. این فردی که مثلا براش انقدر ظاهرش مهمه، معلومه مسئله برهنگی روانی هم براش خیلی برجسته میشه. من یه بار بهش گفتم تو حاضر اصلا حتی همین موهاتو اصلا بزنی، رو نمیخواد بگیم کچل کنی. مسئله کچل کردن ها یه چیزیه که فلسفه‌ایه که توش، که حتی توی خیلی از ادیان و مذاهب و اینا هست و شما در رابطه باهاش در واقع رهایی پیدا میکنید و اینکه وهله اول به زیبایی درونتون فکر میکنید و بعد وقتی که حتی از اون آراستگی های ظاهری که به شما داده شده رها میشید، اون زیبایی درون از درون شما متولد میشه. برای همین رب داره، باید نیست، شما میخوای راز ندار باشی، اتفاقا شروع کن همینو یه بار شروع کن، بگو اصلا من میتونم تحمل کنم که موهامو کوتاه کنم، موهامو رنگ نکنم، من نمیدونم ناخونامو نمیدونم این اونجوری نکنم، صورت بدون آرایش، کسایی هستن که بدون آرایش حتی کسی اینا رو نمیبینه، اینا برهنگی ظاهره. خب تازه آرایش که خوبه، آرایش میکنن، بعد کلی هم فیلتر و افکت و نمیدونم این چیزا هم میندازن که اصلا یه جریان دیگه اصلا میشه. دیگه اصلا میبینی که وقتی طرف رو میبینی میگی تو این اونی، اصلا واقعا چیزه اینه که شما وقتی اصلا اساس راز نداری رو متوجه بشی، خودت قدم برمیداری، خودتو پل میدی. خب سمیرا راستی حالش چطوره؟ من با سمیرا صحبت کردم، بعد چیز بود، خیلی صورتش ورم داشت، یعنی یه چیزی که اصلا چشمش هم چیز شده بود انقدر که زیاد بود، بعد ولی چیز بود دیگه، حالا فردا باید بره مثل که یه جراحی کوچیکی میکنن که این عفونت ها رو تخلیه بکنن که دیگه اونو انجام میده، ولی خب خب خودش یه ذره ناراحت بود از اینی که مسافرتش چیز میشه، کنسل میشه. گفتم خب به هر حال بالاخره که میری دیگه. ببین، حالا بلیتش حالا چیز نیستش که، اتفاقا من داشتم به این فکر میکردم که من که 300 بالای 300 یورو تو کیفم بود رفت، بعد به هر حال یه چیزایی، ولی بعدش خیلی چیزایی پیش اومد، خیلی چیزایی مثبتی پیش اومد. حالا الان فکر نکنم بلیتش چقدر بوده، من نمیدونم قیمت دقیقشو، ولی همچین کم هم نبود، مثلا 100 خورده یورو شد خب اگه اشتباه نکنم. باشه 100 خورده ای اکسپتابل. آره من فکر میکنم 300 اینا نیستش، حالا نمیرسه اشکال نداره. این که حالا 180 کنم اگه اشتباه نمیدونم، اشکال نداره باشه. من خودم فوزیه که رفته بود چیز سوئد فرستادم، بعد موقعی که داشت برمیگشت، نگو اینا مثلا اعتصاب چیز کردن، یه اعتصاب برنامه شده، هواپیما ایمیل فرستادن، ما نمیدونم مسافرت اینا، میرن میبینن که اصلا هواپیما رفته. خب بعد گفتن نمیدونم، بالاخره یه چیزی بودی که هواپیما رو کنسل کرده بودن، نمیترسم. خب براش نزدیک، براش که نه، من برای من دیگه، چون من میخواستم مسافرت رو بدم، برای من موقع
بهش گفتم ناراحت نباشه و اتوبوس بگیر و به هر حال این اتفاق میفته. یه بارم برای خود من شد نزدیک 270 اویرو دادم برای فقط برگشتن رفتیم. این چیزا پیش میاد دیگه، مهم نیست، مهم اینه که سلامت وجود خودش باشه وهله اول، بعد دیگه چیز. حالا این بحث شد، من یه چیزی بگم، یه ذره البته بی ربطه به بحث امشب، ولی در مورد سمیراست و این چیزایی که میگفت، خودش از یک مسئله ای که یه ذره ناراحت بود این بود که میگفت من همش احساس میکنم که این جریان انرژی منفی و چشم زدن و اینا، میگفت چون که من هیچ مشکلی نداشتم سحری، یک دفعه این مسئله برام پیش اومد و همش احساس میکنم که مثلا این مثل چشم زدن بوده برای من. بعد گفت دفعه بعد که مثلا بخوام برم پیش زیبا، به خودش فقط، به تو و زیبا فقط تاریخ رفتنم و میگم که نمیخوام کسی بدونه. من بهش گفتم من فکر میکنم اگر که یک بار دیگه این مسئله برای تو پیش بیاد، انقدر تو قوی تر بشی که دیگه حتی اگه انرژی منفی هم باشه اینجوری رو تاثیر نکنه. نه این مسئله تا حد زیادی درسته، من اینو میگم. حالا مسئله فقط چیز نیستش، چشم نمیدونم، چشم بد و نمیدونم اینجور چیزا، ولی انرژی های منفی آدم ها. خب ببین، ما خودمون رو علنی کردیم و بعد در معرض خیلی مسائل قرار دادیم. من یادم اون لایوهای اول رو که میذاشتم برای خوردن، غذا خوردن، یه سری میمدم میگفتن که تو رو خدا جلوی دیگران غذا نخور، چشمت میزنن، تو رو خدا نمیدونم فلان نکن. گفتم من اصلا میخوام دیگه انقدر چشم بزنن. خب اتفاق مثلا الان ببین، اگر ما در دید خودمون رو وسیع کنیم، الان مثلا فرض کن ممکنه الان بگی برای لباسشویی من، برای اون کیف من، برای اون نمیدونم چیز، مثلا چیز شدم یا این نمیدونم اتفاقای مختلفی که ظاهرا مثلا اتفاقایی که توی چیزایی که توی روابط ماها داره میفته. خب ببین، ماها وهله اول به چیز نگاه میکنیم، خب مثلا میگیم خب طرف سرما خورد، طرف یه میکروبی اومد، یا طرف یه چیزی شد. ولی وقتی دید خودت رو وسیع‌تر و وسیع‌تر میکنی، یه دفعه مثلا عوامل مختلف، انرژی های مختلف رو هم در رابطه باش دخیل میبینی. به نظر من این مسئله‌ای که فکر میکنه هستش، حالا نه به عنوان اینکه حالا چشم زدن من نگم، بلکه ما بایستی خودمون رو انقدر در معرض این انرژی های منفی قرار بدیم تا عین همین مسئله که بدن ما بود، روح ما هم در مقابل این مسئله قوی تر بشه. من اینو مثبت میبینم، من اینو مثبت میبینم و نیومدنش هم حتی ببین بالاخره میاد. خود سمیرا با من خیلی مسائل داشته، خیلی مسائل داشته، کما اینکه ببین در رابطه با و یواش یواش اومده جلو و همینم خیره. اما موقعی که من مثلا این اتفاق افتاد برای مثلا توی فرایبورگ برای کیفم و اینا، خب من همون لحظه خیلی با آرامشی رفت گفتم خب نیست دیگه، کیف نیست دیگه، حالا صبر کنیم بذار ببینیم که. یه ذره اینجا گشتم، یه ذره اونجا گشتم، بعد یه دفعه گفتم خب درست میشه دیگه، زندگی این هاست. ببین تو وقتی انرژی با چیز برخورد کنی، با آرامش برخورد کنیم. من اینو بارها در روابط خودم گفتم، مثلا موقعی که بچه میخوره زمین، شما کافیه 3 ثانیه اول هیچی نگید، بعد از اون 3 ثانیه که برو جلو، ولی همون لحظه ای که داری میگی افتاد آخه چی شد فلان، شما این مسئله رو بدتر میکنید. خب وقتی در مثلا من با خیلی، اگر این راز رو کسی متوجه بشه، این راز رو، و تمام مسائل این جهان رو میتونه اصلا قشنگ متوجه میشه
که این اتفاقات اصلا چیه و اصلا معجزات رو ما می آفرینیم. معجزه رو انسانه که می آفرینه. این قدرت در انسان وجود داره. اصلا من وقتی بعضی وقتا نگاه میکنم بعد وقتی میگم خب من که خیلی خوشبختم، من که میدونم مثلا این الان این اصلا خوردم زمین الان، یا مثلا این لباسشویی اینجوری شد، گفتم من که میدونم این خیره، نمیدونم الان پشتش چیه. همون مسئله است که وقتی شما از بالا بری نگاه بکنی. ببین من اینجا یه داستانی رو تعریف میکنم، چون واقعا هم میخواستم امروز این صحبت رو بکنم، ولی خب خوشبختانه بچه های دیگه هم هستن میتونن از این چیز سیب هم میشه استفاده کنیم. ببین داستان خضر و موسی رو خوندی؟ یه سوره از قرآنه. خب من اینو خیلی وقتا برای خیلی تعریف کردم. ببین خدا، حالا اینا همش سمبولیکه، حالا نیام بگن تو اعتقاد داری فلان داری، ولی اینا جملات نسل به نسل، سینه به سینه، یک کلیدهایی رو از رازهای هستی رو به ما انتقال دادن. خب ببین مثلا خدا سمبل اون چیزی که نهایت قدرت انسانیه. خب داره مثلا اینو بساز به عنوان یک موجودی که داره تو رو قوی تر میکنه. این موجود دیگر رو مثلا به عنوان موسی ببین داره آموزش میده، موسی رو میگه برو پیش خضر. خب برو پیش خضر یه دوره ببین. خب به سوره اینجوریه یه داستانش. بعد میره میگه که خضر خیلی با قاطعیت و با چیز مثل یه معلمه، مثل رضا شیخ ها یه دوره 5 روزه ای که میخوایم بذاری. خضر میگه که من بعضی وقتا میخوام برم شه، میگم یه دوره 3 روزه است، 4 روزه است، بیشتر نمیشه. ببین خضر میگه که 3 تا خطا کردی، من دیگه درسم ادامه نمیدم با تو، از من راهت جدا میشه. خب این آیه سوره قرآنه دیگه. خب خضر و موسی میگه 3 تا خطا کردی رو چیزه، دفعه میگه خب با هم بریم. خب ببین خیلی جالبه، میرن یه جایی خب مثلا قایقران ها بودن، یه سری قایقران، خضر اینو میشینه، خضر شروع میکنه، یه قایقران خیلی فقیر خیلی چیز زحمت کشی که داره شروع میکنه به خراب کردن قایقش. بعد این موسا برمیگردیم که بابا این مرده چه زندگی کردن رو الان قایق خراب میشه. زندگی یک آم این یک میگه بریم اونجا. میرم بیرون و اون مرده هم داد میزنه، آی مرده فلان، فوش میده به این خزره، فوش میده چرا ما چیز منو سوراخ کردی، قایق منو سوراخ کردی، فلان کردی، آب اومد توش، فلان شد، بهمان شد. میره دومی میره یه جای دیگه میزنه چیز، حالا 3 تا مورد هست که یک رو میزنه پسری رو، یه پسر جوون 18 ساله رو، اینا چیز، یه مش میزنه پسره میمیره، پسره میکشه خیلی راحت، یه مش میزنه پسره میمیره. حالا خضر نماینده بزرگتر خداست. موسی برمیگرده میگه چرا این کارو کردی، بچه جوون رو کشتی. میگه دو میرن یه جای دیگه ای، میبینه که یه دونه خرابه، یه جای خراب افتاده اینو، خضر شروع میکنه دستاشو چیز میکنه، بلند میشه گل و چیز رو درست میکنه که این خراب، این دیوار خراب رو درست کنه. بعد موسا برمیکنم که چی، مگه ما احمق بیکاریم بلند شیم بیایم یه دیوار خراب رو درست کنیم، دیوار اینجوری درست کنیم. میگه 3، راه من و تو جداست، 3 تا خطا کردی میری. حالا ببین من میخوام بگم که من که مثلا زمانی مفسر قرآن بودم دیگه، خب
حالا الان ببینید از این چیزا خیلی از هر دوره ای از زندگی خود من یه درسایی رو گرفتم، ولی ببین اون چیزی که گرفتم اون درس در من مونده دیگه، حالا چه من به اون مذهب اعتقاد داشته باشم چه نداشته باشم که ندارم، به عنوان یه پوسته ای بود که بعد در مرحله خودش درسای خودش رو به من داد، دیگه من از اون مرحله گذشتم. ولی میخوام اینو بهت بگم که وقتی که خضر موسی رو رد میکنه بهش میگه که سه تا خطا کردی، حالا بعد میگه حالا چشمتو رو باز میکنه، ببین مثل یه جام جهان نما، بعد میگه وایستا، بعد من جدا میشم از تو ولی این درس ها رو بهت میدم، دورت تمومه و تو چقدر سطحی بینی. میگه حالا نگاه، دستشو اینجوری میکشه روی خضر روی چیز، داد میگه نگاه. بعد یه لحظه موسی نگاه میکنه میبینه که بعد از اینکه اون قایقا رو سوراخ کرده از طرف داروغه محل میان قایقا رو غصب کنن، خب قایقای این آدمای چیزا رو غصب کنن، میرسن به این، بعد نگاه میکنم میگم بابا این قایقه که خرابه سوراخش کن. مرد اونجا وقتی این اتفاق میفته وقتی که ای خضر کنه اوه آفرین میم، وای من چجور مرده کجاست دستشو ببوسم که سوراخ کردین چیز منو که من الان نجات بدم، در حالی که اون موقع خوش داده بود. بعد میره اون ور میبینه که این پسره پسره، حالا اینا در جهان هستی معنا داره دیگه، که یه دفعه میبینی یه بچه خیلی خوشگل خوبه نمیدونم خوش قد و بالا، یه دونه مثلا فرض کن که یه اتفاق میفته نمیدونم میره که موتور میزنه مثلا میمیره، خب حالا این موتور در واقع همون خضره که یه مشتی زده مثلا مرده یا فلان، اینو در چیز پس نگاه بکنیم، خب وقتی که بالاتر نگاه میکنیم معنا داره همه اینها، خب چرا باید این بچه اینجا میمرد، این موتور بهش میخورد، خب لحظه اول من میام داد میزنم آی اوی خدا آی او فلان این کار میکنم، ولی یه موقعی هست میگم که مثلا میرم بالا یه دفعه میرم که اصلا این اتفاق باید میافتاد، مثلا این مهره پازل مال اینجاست، حالا اینا رو برمیگردونم به بعدم به داستان سمیرام، واسه همینه که اون استوری رو نوشتم که سوار شو و جاری شو بر این همراه شو بر این قضا و قدر جهان هستی، اصلا فکر نکن بهش که آی الان مثلا فرض کن حسن قلی خان یا نمیدونم فلان فرهاد نمیدونم ارسلان یا فریبا نمیدونم چی اومده به من یه دونه بد و بیراه گفته انرژی چیز که چشم زده، حالا من 10 تا برم اسفند دود کنم تخم مرغ از چی بچی بکنم نمیدونم چی بکنم دعا بنویسم اینا برن و یا نمیدونم بیام چیکار کنم چشم چی بزنم و آبی مابی چی کنم بهمان کنم که نمیدونم چشم بد بره، ویلکن حسن قلی خان فرهاد ارسلان فریبا فلان 10 تا چی بدید انرژی های منفیتون بدید بذار بگم چی در این چیز چیه، حالا من حالا داشتم هم موسی رو هم بهت بگم در این بس سومی رم این که وقتی آه. که نگاه میکنه میبینه این پسر یه پسر ظاهرا 18 ساله خوشتی فلان خوشگل برومند یه پسر بی نهایت شرور و نمیدونم فلان و فلان اینا بود که اصلا وقتی که این میمیره اونجا اصلا مثل یک میکروبی در خانوادهشون بود که اصلا از بین میره، که بعد مثلا فرض کن خانوادهش مثلا چقدر خوشحال میشن چقدر چی میشن چی حالا کار ندارم ها، نمیخوام بگم خوبه یا بده، من میخوام پشت اون جریان اون این چیز رو که بگیریم. بعد میرسه با اون سومی دیوار
نمیدونم حالا مال یه دو تا بچه یتیم بوده، نمیدونم پدر مادرشون مرده بودن، چی بود اون دیوار توش طلا بوده، چی بود از این داستان ها. خب این داستان ماستان ها رو ول کنیم، اون حکمت پشتش رو میخوام بگیریم که بعد این بچه ها بعدن که تو بزرگ میشن وصیت نامشون چی میشه، میگه که من در اون دیوار در اونجا برای شما این ارثیه رو گذاشتم، برید بردار مثلا. بعد یه دفعه موسی نگاه میکنه میگه که ای چقدر من سطحی نگاه کردم به مسئله. بحث یه لایوی دارم، یه کلیپی دارم، تجرید و انتزاع، قدرت تجرید و انتزاع. تجرید هر چقدر ما بتونیم مجرد کنیم این وقایعی که میبینیم و قدرت تجرید و انتزاع ما قوی باشه، به هر اتفاقی که میفته بالا از بالاتر نگاه میکنیم، نه در همون لحظه که میبینیم اتفاقی که در همون لحظه که افتاده، در همین مثل اینکه یه برگی که میفته از روی درخت شما یه برگ میبینی، ولی این ممکنه در کل همون برگ افتادنش ممکنه اصلا کل جریان نیروی جاذبه، اصلا یه کره زمین رو تغییر بده. همون برگ یه دونه سنگریزه کوچیکی تکون میخوره، یه تکون کوچولوی میخوره، بعد یه بهمنی میشه میاد یه شهر رو به هم میزنه. همون سنگریزه که تکون کوچولو خورده. میدونی من میخوام اینو بگم که ماها زندگیمون، دیدمون خیلی خیلی پایینه، سطحیه. خب مورچه رو آب میبره، خب بعد دیگه مثلا چی میگه، مورچه یه ذره آب میبره فکر کنه دنیا رو آب برده، دیگه دنیاش فقط همون یه قطره آبیه که دوش چیز شده. این حرف رو من میخوام به حالا لایویه که شاید صحبتیه که بعدا سمیرا گوش بده، سمیرا اتفاقا اینو استقبال کنه بره دنبالش. من همش نگران نه، فکر این بودم که بهش بگم که تو چیز نکن، سعی نکن که هی آنتیبیوتیک مصرف بکنی که من حتما خودم رو برای روز دوشنبه خوب کنم. آروم باش، بعد بگو خب این بیماریه، این افتاده، این چیه. خب حالا من میرم الان به امروز، به امروز، به همین نگاه میکنم، فردا فردا، حالا فردا میره، الان دکتر اومده دکتر گفته فلان، خب باش من میرم. هیچ چیزی اتفاق نیفتاد و اتفاقا شایدم خیلی 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 حکمت هایی بعد در پشت این هست که ما نمیدیم. و حالا جالبم اینجا بهت بگم، من از اول که این مسافرتش شده بود همش میگفتم که نمیتونستم برم بلیتشو ببینم، هی میگفتم یه چیزی مانع میشه. باور میکنی تو الانم که تا اینکه تو این هفته احمد که اومده بود بهش گفتم که احمد چهارشنبه میری، گفتم حالا بذار بگذاریم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. بعدم همون با خودم میگفتم که بذاریم ببینیم چی پیش میاد، اصلا میاد. یادت من یه بار بهت گفتم، دو بار گفتم من فکر میکنم کنسل کنه، دو بار برگشتم گفتم من احساس من اومد که این کنسل میشه، کنسل میکنه خودش سر چیزایی که شد. خب حالا خودش که حتی پرسیدم میخوای کنسل کنی، گفتش که نه من میخوام بیا. خب ببین مسائلی که در رابطه با من یه چیزی که میگفت، میگفتش که من همش یه حرفی که میزدم میگفتم من مگه یه اتفاقی برای خودم بیفته که این مسافرت رو نرم، هر جور پیش، چون که توی اسباب کشی بود کاراش خیلی زیاد و فشرده بود، میگفتش که من حتی اینا هم باعث نمیشه که من بخوام کنسل بکنم، مگه دیگه یه اتفاقی برای خودم بیفته که نتونم برم. اینو حتی میگفت، بعد امروز همش گفت دیدی من این حرف رو زدم و همینم شد. خب این اتفاق رو من فکر میکنم، من یعنی حسم خوبه، که حسم خوبه بهش، به خاطر اینکه بحران هایی که سمیرا
تو این چند روز چند وقت اخیر به خصوص به دنبال مسائل آرزو پیش اومد و مسائلی که در رابطه با خود من در به دنبال این جریانات پیش اومد، حس میکنم بایستی یه زمانی میگذشت که تا این تحلیل بشه. آره، و این بدنش که این کارو کرد و این پیام ناخودآگاه به نظر من خوبه تو رابطم. خوبه، من حس و نه فقط این، به هر چیزی که اتفاق میفته، نه فقط این، هر چیزی. من اون موقعی که احمد کاسپره اومد بچه ها گفتم یادت یه دختری نوشته بود که من فکر میکنم زیبا یه هفته دیگه میمیره، تا یه هفته دیگه میمیره، یادت نیست؟ اومد تو لای لای پس دیگه تو زیبا میمیره، در حالی که من اون لحظه ای که احمد اومد انقدر حس خوبی داشتم. فقط اون دفعه یه ما آهویی داده بود، اون آهوش خوب در نیاد، یادتونه؟ اون آهو همش یه حس بدی هم داد، حتی عصبی شدم و نتونستم بخورم و اینا، گفتم این چیه، این چه چیزیه، این آهو داره انتقام میگیره از من. دقیقا موقعی بود که از من خواست احمد فاصله بگیره، من بهش گفتم آهوی منو یادت نره بیار، آورد. این دفعه آهو رو خودش آورد. اصلا من وقتی باز کردم گفتم چقدر این خوشگله، چقدر مثلا قسمت های خوب آهو. اون موقع رو اونو که باز کرده بودم گفتم بابا این همش آتش خاله اصلا چیزی، و اصلا خیلی چیزایی که ببین اشیا هم با ما حرف میزنن، این میکروب ها هم شعور دارن. این اگر بادی لنگویج ها رو بشناسیم، رازهای اشیا رو بشناسیم، راز زبان حیوانات رو بشناسیم، رازهای اصلا زبان های مختلف دیگه، بعد دیگه اصلا میدونی چه قدرتی آدم پیدا میکنه. آره، یه چیز خنده داری هم میگفت مجید گفته که من خیلی کلافه بودم، بعد میگفت مجید گفته که سمیرا فردا که تایم بلیتت بگذره تو خوب میشی. ببین من حالا چیزه، من حالا امروز یه حس خیلی جالبه، تایم بلیتش که بعد از ظهره، نه نه صبح. من نمیدونم چرا امروز داشتم این آهورم میخوردم. آخه من یه لحظه تو ذهن خودم بود که آیا نگه دارم با سمیرا بخورم یا نه، بعد گفتم نه 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 بذار همین خودم تنها بخورم. بعد امروز از انگار هر چیزی در جایگاه خودش، گفتم که نه این من اینو که اینجوری دارم میخورم ایش این حالش خیلی خوب میشه. باور کن البته با من حرف میزد تو دیشب خیلی بهتر، دیشب اصلا نمیتونست حرف بزن و حداقل امروز یه شاید 25 دقیقه نیم ساعتی حرف زد و اذیت بود، ولی حداقل میتونست حرف بزنه. پیام ها رو باز کن ببینیم بچه ها چیست، کوئسشن هاشون هم چیه. آها آها، منم میتونم ببینم زیبا قسمت بعدی بیمارستان رو کی میذاری. راست میگه، خودم هم بهش دارم فکر میکنم، امیدوارم امیدوارم فرد بچه واقعا اگر میخواین از درون اینم که شعاریه زیبا در مورد طب سوزنی حرف بزن، برید اصلا سرچ کنید از تو چه انسان ترسو پنهانکار است. و داستان خضر و موسی رو چقدر دوست داشتم. آره این چیزه براش لایک کردم. آره خضر و موسی واقعا داستان جالبیه، خیلی چیز داستانهای جالبیه. آموزش زبان بدن بچه، بادی لنگویج یه چیزیه که من به سحر خیلی اینو فکر میکنم، سحر خیلی چیزها رو تو این رابطه گرفته و اصلا در مورد خیلی چیزا، حتی من واقعا بعضی وقتا مثلا احساس میکنم که
نمیدونم دستم میگه منو بشور، موهای من میگه سلام میکنم. آره یه دفعه میگه منو بشور، مثلا حس میکنم در حالی که اصلا نمیرم روی مو، این که حالا از دستشوی اومدم بشورم یا نمیدونم فلان کنم، و یه دفعه حس میکنم میگه، یا مثلا موهای من میگه من الان منو کوتاه کن. یا اصلا یه چیزاییه که کافیه. ما یه دوره نفس تراپی داشتیم و اون آم آ چیز ارتباط شما با بدن خودتونه، با نفس خودتونه، با وجود خودتون. حالا منی که دارم این حرفا رو دارم بهتون میزنم، 100 هزارم این قدرت رو پیدا نکردم. خب از 100 هزارم این قدرت هم پیدا نکردم، ولی فهمیدم که چقدر اینا میتونه برای لذت زندگی انسان. اصلا شما هر لحظه ورق میزنید، قرآن وجودتونه، کتاب وجودتونه، اصلا بی نیاز میشید از کتابای دیگه. کتابای دیگه رو نمیخونی چون دیگه هر لحظه وجود خودت باز میشه. من این چند وقته در رابطه با تو این حسو کردم که این سرعت گرفته، این الهامای درونیت خیلی جالبه. چون من خیلی تو، سمیرا، آرزو، الان وحید، یه بچه هاره که دارم نگاه میکنم، با بچه ها که به ارتباطم چیز اصلا میبینم چقدر پیام میگیرن، پیام میگیرن از خودشون، از درونشون. وقتی که آدم با خودش رو راست باشه، شما موانع رو بر میداری، چشمه آگاهی در درون شماست، چشمه آگاهی در درون شماست. نیازی نیست حتی کتاب بخونید، میگیرید از همه چی، از یه متلکی که یه نفر تو خیابون میگه. من ببین کامنت ها رو نمیخونم، خب کامنت ها رو مثلا این همه کامنت می نویسن دیگه، ولی کامنتی که باید بخونم خودش میاد جلوی چشمم، کامنتی که باید بخونم خودش میاد جلوی چشمم. و جالبه و احساس میکنم که پیامی که باید اون به من میداد، و یعنی انگار مثل یه چیزیه که باید یک رهگذر، یک کسیه که باید میمد این پیام رو، این پیام رو از هستیش، این کائنات، از این چیز به من این وسیله میشد این پیام بده، در حالی که یه جمله گفته، حتی ممکنه فحش داده باشه، فحش کلام مهم نیست که زشت، خوب، قشنگ، یکی ممکنه دوستت دارم بگه اصلا برات ارزش نداشته باشه، ولی ممکنه یکی یه چیز رو با یه خشمی، با یه چالمون چرت و پرتایی که یه سری که میگن که اونا دیگه هستن دیگه، حالا اصلا اونا دیگه به چشم واسه خودشون نمیان دیگه، خب ولی یه موقعی یه کسی حتی داره عصبانیتشو نشون میده، ولی یه پیام رو میرسونه برای تو و اون پیام رو تو میگیری. یاد این افتادم که دیشب میگفتی اون کرما پیامه. آره واقعا همه زندگی یک نشانه است کامل، اصلا تمام جای جای شما ببینید، حتی ما که الان نمیدونیم که مثلا الان چرا این دستمال اینجاست، این نمیدونم فلان نمیدونم، یعنی ناخودآگاه ما در مقابل خودآگاه ما یک دریا در مقابل یک قطره است. خب و خب ببینید، اگر شما این یه قطره بشه دو قطره، تفاوت پیدا میکنه آدم با چیزای دیگه. همه اصلا فکر میکنن این طرف جنی میشه دیگه، یعنی جنی یا اون نابغه میشه دیگه، اصلا دیگه واقعا تفاوتش محسوس میشه، در حالی که تو اون در مقابل ناخودآگاه خیلی چیزه. بذار ببینید از بدبختیات
لایف بذار از علوی و نوبایی چی میخوای؟ مریض علوی و باید مامان و بابا دفاع میکنه. مرسی، من از شما صمیمانه تشکر میکنم که مامان و بابای منو دفاع میکنی. امیدوارم بری ببینیشون. تورنتو کانادا هستم، برو باشون دوست شو، برو ببین آشنا شو. من حتی از این که اینا یه پیج مامانم رو درست کرد، راستش ناراحت نشدم. الان مثلا با خودم تصور کردم مامان من الان یه دفعه میره اینستاگرامشو باز میکنه، یه دفعه میره 66 تا فالوور داشت، یه دفعه شده این فالووراش مثلا نزدیک 700 800 تا. اون موقع حالا چند روز پیش بود، الان نمیدونم الان چند روز، اصلا ول کردم که اصلا من دیگه من پیجش که نمیرفتم، کار نداشتم باشون. ولی بعد گفتم ممکنه الان وحشت سکو اینا وحشت ساده وحشت نیزه، من یه ذره یاد بگیره، یه ذره درد بکشه، یه ذره ناراحت باش. البته خب اینا با توی مدت زمان به اندازه کافی چیز شدن، بلا سرشون توسط من اومده که انقدر قوی ترم شدن. ولی خب باید به جایی برسن که دیگه هنوز ولی اون وصل به آبرو و اینا رو دارن دیگه. این آذر بود، این الان آذر به من داده بود، این آذر بود که اسمش هم نمیگفت، فامیلیش هم نمیگفت. اسمش هم آذر نبود، دیگه من هم موقع هم شاید اسمش هم نمیگفت، فامیلیش هم نمیگفت. مواظبم بود که کسی نفهمه که چی، مامان و باباش بفهمن که مثلا فرض کن که این با من در ارتباطه یا چی. من همون اول که اومد یه سری چیز کرد، گفتم عمر رابطه این طول نمیکشه، ولی خب باش گفتم بازم تا موقعی که هست بازم خوبه دیگه، هست خوبه. میگه که زیبا من 3 سال پیگیریت میکنم، حتی یه بارم جواب منو ندادی. رضا گردی یا پینش کردی کن، از پینش پاس؟ کن، پینش کن، ما یه بار جوابش بدیم بعد از 3 سال. آره میگه دیدم گفته بود که خوشحال میشم اگه اسممو بیارین تو لایو، دیگه باشه منم اسمتون بخسرم. اینه، اسمت که 66 62 نه تو چیز نوشته رضا، نمیدونم گردی یا کردی آه او کجا سلام نوشته. حتی یا رضا گردی از پاکدشت، رضا گردی یا گردی، حالا چه خب پاکدشتی، بیا برو چیزو ببین، سپیده رو ببین. ما چند نفر از پاکدشت داریم؟ مینا از پاکدشته، سپیده از پاکدشت، شایان از پاکدشت، 3 نفر از تو گروهمون توی پاکدشت هستن. بیا رضا تو هم بیا توی چیز، بیا برو. آره دایرکت بده من. آه میگه گردی، رضا گردی. گردی، آه گردی حتما، رضا آره گردی. خب گردی آره دیدم، خب رضا گردی. آره این چیه؟ یه دنه خودش که رضا، یکی دیگه بود مثل این که رضا، رضا فان، رضا افسانه. خب به هر حال دیگه دیدیم دیگه، این بچه رو فالوش کنید اگه دوست داری، بیا با سحر تماس بگیر بیای توی چیز. خب میگه که زیبا یعنی نمیری سوئد و نروژ؟ نگار میپرسم ببینید نگار. اولا این که نگاه کنید، من پول بلیتم رو ایشون میخواد بده، رویا میخواد بده. خب برنامه ما کلا برای ینوار بود، ینوار یا ژانویه. خب من الان تا ژانویه من میخواستم بلیت رو زودتر بگیرم که ارزونتر باشه. خب بلیت الان که ایشون گفته من یه مدت میخوام با تو تماس نگیرم، خب ما بلیت رو نمیگیریم دیگه. خب حالا تو ژانویه هم، تو ژانویه بازم این توپ 100 تا قل ممکنه بخوره. فعلا که پدیروز احمد گفتش که پول چیزم واریز کرده، 70 خورده یورو اینا واریز کرد، پولی که باید به شما آره میداد. برای چیز واریز کرد. فرزانه هم که رفته، آره خیلی وقت رفته. آره ببینی فرزانه یه بار اومد گفت من میخوام رازهام و فلان، و بازم مسئله رازداری رو مطرح کرد و من یه سری مسائلی دارم. آره فرزانه که بود، برادر خواهر برادر بودن هزاره ای. ببینید بچه ها که میان از همون اولم مشخص بود
خب چرا؟ چون که اومد یادتونه تو گروه ما، بعد پیجش رو عوض کرد، پیجش رو باز کرد، شما ادمین رو ریمووش کردن، بعد اومد گفت ببخشید فلان، و بعد اومدم گفتم خب چیه، چه مسائلی شده، اومد نه این، بعد اومد یه بار همینجا نشست گفتش که من میخوام شما مثل خانواده باش، از این حرفای تکراری دیگه که کسی مثلا آدم بتونه حرفاشو بزنه. گفتم این هم آدمایی که اون با آذر دوست شدن دیگه، خب بره حرفاشو بزنه، با مریم احمدی دوست شد دیگه، با احمد دوست شد دیگه، خب بره حرفاشو بزنه. برای من پیش من کسی میتونه بیاد که از اینجوری شده دوباره چجوری شد؟ پیج اس یه دفعه چیزا اومد بالا؟ نه بر من اینجوری نیست، بر من خب اونجوری نه، نیست. اومد برای من یه بار شد. خب به هر حال، خب کسی بیاد بره پیش من بیاد که بتونه قدم هایی رو برداره. حالا سحر و سمیرا و این بهار 3 سال طول کشید که بیاد، یه روز اومده، حالا دومین روزه که خواسته بیاد، دومین بار که یه شب بمونه برگرده، بعد اون شب مریض شد. گفتم خب اینم حکمتی، حالا همینم هنوز بحرانم داره خودش، که شب میخواد آره. بمونه، چی میشه، چه اتفاقی میفته. گفتم اتفاقا امروز باهاش حرف زدم، گفتم اگه میخوای، چون سمیرا نمیاد، تو میخواستی بعد از سمیرا بیای دیگه، برنامه تو مشخص کن. گفت به تا فردا میگم. خب بعضی از بچه ها میپرسن ماریا چی؟ ماریا چی؟ ماریام که من آخر کلی پوش بهش دادم، بلاکش سلام کردم، بدو. ولی خب من آن بلاکش کردم دیروز اینو فکر کنم اون آه. بلاک. چون اون موقع من براش چیز کرد، چون همین گیتی رو قرار بود ببینه، من کار دارم، کار فلان پیش اومد، از این چیزای اداری بداری، از این توجیهای شروری، منم باید گفتم یه سری برم یه شهر دیگه، نمیدونم چی آره کنم. باید برم، نمیدونم یه خبری دادن باید برم، جمع کن بابا جمع کن، پروفسور دد شیز رئیس جمهور، این هنوها دیگه رنگی نداره. بعد یه چند تا فوشی دادم، بعدا رفتم دیدم که اون منو بلاک کرد. خودم اب نداره بلاک کنی، بذار من رفتم که آن بلاکش کنم، چون من بلاکش کرده بودم که یه ذره چیزی نداره دیگه، ازش یه پیام میره، رفتم دیدم اون منو بلاک کرده. گفت بهتر یه ذره بلاک کنه که دو راش کمتر بید، حرفای قشنگش کم بیاد. خب من میگم چطور رو پاک نکرده بود؟ نه، پاک نکرده چطور. سیما و نونا برید بپرسید از خودش. با جالبه دیگه، همه اینجوری هم بچه ها. اصلا شما هم همینی که دارید می نویسید هم این هم بدونید، امکان نداره. یه بار سحر خواست بیاد پیش من، گفتم نه هنوز بمون. خوبه، پس من برعکس بودم، همه چیز بوده، شما میخواستین بیان، اونا یه جوری نمیتونستن بیان. برا من برعکس بود. گفتم تو بشین سرش، بشین یواش یواش، کمت ساعت کمت ساعت، چون به زمانش میادم. چقدر مونده از چیز، همینطوری با مادم یه لایو. کامنت ها تا بالا رفته برام، کامنت ها الان برای من آره روزاست و همه کامنت ببند دیگه، رفته، ببند زمان لایوم همین 57 دقیقه ببند بود، ببند ببند همینجور ببند ثابت میمونه. آره ماشی خوش، ولی خدا، سیف میشه. آره خدا مرسی، خدا. مرسی.